اوج هیجان در جدال حساس الکسی سارانا در برابر استاد پرهام مقصودلو دور دوم مسابقه ازبکستان، جایی که پرهام دور اول رو باخته و این بازی برای جبران مافات اومده، اما کار ساده ای رو نداره چون دور دوم مقابل سارانا، سارانایی که دور اول زده الکساندر گریشوک رو برده و مهمتر از اینها پرهام مهره سیاه رو داره. آیا میتونه این بازی جبران کنه یا نه؟ بریم بازی رو ببینیم. سارانا با حرکت دچار آغاز میکنه، بازیکنی از روسه که البته الان برای سربستان بازی میکنه، اسب وارد F6 میشه، 3-4 گرفتن مرکز و اسب 3-3 میاد فیل B4 شاهد نیمزو هندی هستیم. اسب F3 در این شروع بازی سیاه آچمز میکنه، کنترل خونه E4 فوق العاده مهمه. B6 فیل میخواد وارد B7 بشه، فیانکتو و کنترل خونه E4، E3 گسترش سوارها، قلعه میره، شاه به امنیت میره، رخ وارد بازی میشه، فیل D3 کنترل خونه E4، D5 میگه خونه E4 کلا واسماس. ولی چیزی که منو نگران میکنه اینه که کنترل زمانی پرهام رو نگاه کنین، همه حرکات شروع بازی رو داره زمان میذاره، شاید دو دله که کدوم لاین رو بازی کنه. قطعا پرهام این شاخه ها رو بلده ولی برای این بازی شاید دو دله که کدوم شاخه رو بازی کنه. قلعه و اینجا رخ E8، همینجا 17 دقیقه کنترل زمانیش از حریف کمتره و زمان کمتری رو داره. اسب وارد E5 میشه، سفید شاید بخواد حمله پیلزبری رو تدارک ببینه یا نه، شاید بخواد این خونه ها رو کنترل کنه، به سادگی نذاره سیاه گسترشش رو تکمیل کنه. و پرهام اینجا فیل رو میره A6 که این فیل حریف رو به چالش بکشه، فیل قدرتمند حریف رو، و سارانا میزنه در D5، یک تعویض های صورت میگیره و حالا فیل در A6. شاید از C6 اینجا حرکت بهتری بود، با ایده از در C6 فیل در A6 یه کم برتری مختصر سفید بود، ولی میزنه در آشیش و وزیر A4. وای 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 وای، سوار ندیم، اسب و فیل همزمان زیر ضربن، اما پرهام روی این حرکت حساب کرده. وزیر C8 اسب رو پوشش میده، فیل وارد D2 میشه، میگه دیگه قرار نیست بزنی تو این پیاده هام رو دوب کنی. ولی C5 پرهام میاد به مرکز ضربه میزنه، رخ وارد C1 میشه، در خط وزیر قرارش میده رخ رو و حالا وزیر به B7 میره، از خط رخ میره کنار و رخ وارد D1 میشه. واقعا نگران کننده است کنترل زمانی پرهام مقصودلو، آیا مثل بازی اول دوچار مشکلات زمان میشه یا نه، این بازی جریان فرق داره. میزنه در 3-3 پس میگیره، حالا یه حرکت قدرتمند از پرهام B5 با این تعویض قشنگی که انجام داد وزیر سفید رو دوچار مخمصه میکنه، وزیر دل شیر داره میاد جلو و 3-4. حالا سیاه شاید تهدیدهای B4 رو داشته باشه و بعدش یه جاهایی اصلا وزیر آیا به بازی برگرده یا نه معلوم نیست. B3 رو بازی میکنه که نذاره همه چیز به نفع سیاه پیش بره، رخ E6 وارد بازی میشه، رخ لیفت رخ هم به جناح شاه هم به جناح وزیر میتونه کمک کنه. F3 سفید میاد کنترل خونه E4 رو که همیشه راجبش صحبت کرده بودیم میگیره، اسب C7 برمیگرده، اسب بالاخره به جریان بازی برگشت، فیل میره E1. من اینجا یه بازی رو که میدیدم فکر بدون انجین میدیدم، فکر میکردم سفید وضعش خیلی بهتره، ولی همونطور که میبینید انجین کاملا مساوی میزنه، چون من از این فیل خوشم نمیاد واقعیتش. اسب E8 میاد، وزیر برمیگرده توی D2، رخ D8، فیل وارد G3 میشه. هرچند اینجا حتی پرهام یکم هم بهتر شده، F6 فوق العاده خوب رو هم پیدا میکنه و اینجا H5 میگه برو عقب و حالا رخ میاد داخل C6. شاید اینجا میگه از D6 با ایده اسب F5 یکم جالب تر بود، اما خود پرهام هم خوب بازی میکنه، رخش رو وارد C6 میکنه. شاید بگین چرا عجله داری، این همه عجله چیه، یکم یواشتر توضیح بده، چون میخوام به صحنه های حساس بازی برسم. اینا هیچیه در مقایسه با اون چیزی که قراره تو این بازی ببینین. اسب وارد E6 میشه، میخواد کنترل رو روی مرکز داشته باشه، یه E4 رو برای حریف پیش بینی کرده که احتمال داره بازی بشه، پس بذار مقابلش یک تدارکاتی رو داشته باشیم. B در C4 ستون B رو باز میکنه و اینجا یک جفت رخ هم از جریان بازی میرن خارج. آره مهاجرت میکنن، رخ میاد توی B1 میشینه به پیاده B6 و حالا یه ضعفی ایجاد شده، اما B5 میرونه، از D1 میخواد وارد C3 بشه این بازیکن. اسب C7 برمیگرده، وزیر B2، فشار روی وضعیت سیاه وجود داره. الان میفهمین چرا میگفتن این فیل قدرتمندیه، هر لحظه احتمال داریم پیاده ها بریزن، ولی سیاه یه پیاده رونده داره در اردوی حریف، وزیر رو به A6 میذاره، میگه اگه میذاری بزن دادش منم با اسب پس میگیرم. وزیر به C3 میاد، حالا میخواد از در B5 بزنه، ولی پرهام وزیرش رو میپره E6، با فشار روی پیاده E3 حریف رو مجبور به رخ یک میکنه. حالا وزیر رو برمیگرده C6، پیاده B5 رو دفاع میکنه، روی پیاده D5 هم یه نیم نگاهی رو داره. وزیر میاد B4، شاید بخواد بیاد داخل، پس مواظب باشیم، اما پرهام اینجا یه حرکت خیلی خوب رو بازی میکنه. اینجا سفید برتری رو گرفته و واقعا خطرناکه، به خصوص اینکه سارانا نزدیک 30 دقیقه وقت داره و پرهام 5 دقیقه. من اینجا گفتم وای که باید دیگه یه بازی باخت دیگر رو برای پرهام تفسیر کنیم، ولی پرهام حرکت قدرتمندی رو در تنگی زمان بازی میکنه، شاه رو به F7 میذاره، جلوگیری میکنه از نفوذ وزیر به خونه E7. حالا H4 رو بازی میکنه سفید، یک حرکت قدرتمند، رخ D7، عرض هفتم رو
پوشش میده، رخ وارد به یک میشه، فشار روی این پیاده. اینجا دیگه سارانا قطعا دلش خوش شده، گفته این بازی رو میبرم از پرهام. پرهام اما وزیر رو میذاره ای6، فیلف 4، قدرت داره اضافه میشه به وضعیت سفید، نمیدونم قدرت چیه، برتریش داره اضافه میشه، فیلو گذاشته F4 و حالا همه چی اوکی، یه پیاده و نیم برتری داره این بازیکن. ولی پرهام اسب رو میپره D6، میخواد اسبش یه ماجراجویی رو شروع کنه، بره خونه F5 میشینه به E3 و H4. حالا اینجا کار برای بازیکن سفید خیلی راحت نیستش، ولی حرکت خوب رو پیدا میکنه، وزیر رو میذاره C5، میاد داخل، وزیر پیاده D5، پیاده B5، اسبا اصلا شرایط خوبی رو ندارن و پرهام در وضع خوبی نیستش، اما میگه برو عقب داداش. ایشون میاد توی A7، میاد اینجا یه بار دیگه برمیگرده B6. شاید راه درست‌تر برای سفید این بود که وزیرش رو بذاره اینجا یا یه جای دیگه، نمیدونم. وزیر A7 از D6، اینجا کامپیوتر خیلی جاها شایسته میگه، نمیدونم چرا، یه حرکت پیشگیرانه، یه چیزی، یه برتری خوبی میده ولی هی تکرار میکنه انجین. برتری سفید مشخصه ولی اینکه چه جوری ببره معلوم نیست. سارانا وزیر رو به B6 میذاره، ولی حالا امکان است به F5 رو به حریف میده، میشینه به پیاده E3، به پیاده 4، اگه بولت باشه نشسته به وزیرم، ولی خب تو این بازی ایشون میدونه که وزیرش تیره ضربه. وزیر میره C5 و حالا پرهام میزنه در پیاده 4. حالا یه وزیر E8 عجیب غریب رو بیرو همینجا انجین میگفت که مهم نیستش، میزنه در 4، میگه اگه جرأت داری اینو بزن، اگه اینو بزنه، اگه بزنه که نزده، جرأتش رو نداشته. وزیر کیش و وزیر D2، میشینیم به اسب، میشینیم به مات، به اسب در F3، به همه وضعیت سیاه سفید نشستیم، پس باید حواسش جمع باشه از این کارا نکنه. و حالا E4 رو بازی میکنه، استفاده میکنه از فرصت، اگه بزنی وزیر در H5 زده کار تمومه، هر لحظه احتمال داره فیل در C7 بخوریم. کار واقعا برای پرهام سخته و دمش گرم که تک حرکت وضعیت رو پیدا میکنه. B4 میشینه به اسب، میگه حالا تو هم بازی کن ببینیم تو چی کار میکنی. نکته اگه بزنه در C7 ما هم میزنیم در C3، پس نمیشه اینجوری بازی کنه. چی کار کنه؟ بزنه در D5، ما وزیر رو میذاریم F5، میشینیم به رخ B1، میشینیم به اسب C3. کار سخته، با اسب بزنه در D5، با اسب میزنیم، بزنه حالا وزیر E2 قوی تر از همه چیز، مات دفاعی نداره، پس سارانا اینجا گیج میشه، با وزیر میزنه و حالا در E4 مرکز باز میشه روی پیاده D4 و کار راحت نیستش. اگه با اسب بزنه، چیزی که کامپیوتر میگه، سیاه اسب رو میپره D5 و چشمانداز خیلی خوبی رو داره. اما اینجا سارانا دوچار یک اشتباه بزرگ میشه و مرتکب این اشتباه میشه، میزنه در C7. شما میتونید حرکت برنده پرهام رو اینجا پیدا کنید. پرهام با دل شیر با این وضعیت روبرو میشه. قربانی اسب آیا؟ نه، ای در F3. فیل هماکان و کماکان زیر ضربه و روی G2 هم هستیم. فیل برمیگرده، اسب در G2، حالا حرکت چهلم هم رد شده، از این حرکت دیگه حرکت چهلم رد شد و پرهام 30 دقیقه به وقتش اضاف شد، پس دیگه از این به بعد کار یکم ساده تره و یکم کمتر هرس میخونیم. به حرکت چهلم رسیده، وزیر وارد C5 میشه، میشینه به پیاده H5. حالا پرهام شاه رو G6 میذاره، تک حرکتی، حالا G5 هم خوب بود ولی شاه G6 خیلی با کلاس بازی میکنه، پیاده H5 رو نگه میداره. اگه وزیر رو بری، وزیر در C4 میخوری، هر کار دیگه H4 هم کنی، وزیر H5 کیش میخوری، پس شاه G6 حرکت لازمه. D5، وزیر میره توی G4، میشینه به آقای فیل، شاه میاد F2 و اینجا H4، میگه برو عقب، میگه چشم، میرم عقب و وزیر میاد توی F5 با وزیر ایده. وزیر اینجا ببین، اینجا حرکت بهتر، یکیش وزیر H3، یکی رخ D8. اگه تونستین این حرکات رو پیدا کنید، لطفاً انجین استاکفیش رو بردارین از خودتون، چون این حرکات پیدا نمیشه. وزیر F5 خیلی ساده میخواد وزیر C2 کیش بده، اما سارانا وزیر در C4 میزنه و یکم دفاع میکنه. پرهام رو خو میذاره E7، میخواد وارد E2، نه معلوم نیست میخواد چیکار کنه. اسپیسه شاید، سفید رخ رو میذاره C1 و اینجا کار دشوار پرهام این حرکته، حرکتی که باید پیدا بکنه و واقعاً پیدا کردنش راحت نیست. وقتی ببینیم راحته، ولی همین که این حرکت کاندید به ذهنمون برسه فوق العاده دشواره. شما میتونید، دشواری نداریم، اسب E1 حرکت فوق العاده با ایده اسب E3 کیش نمیتونه بزنه، چون وزیر C2 اگه بری اینجا وزیر G2 مات و اسبم بذاری جلوش، بزنی تو اینم رخدری، کار تموم میشه، پس پرهام اینجوری میتونست بازی رو ببره. اما در تنگنای زمان و از وضعیت سخت یک اشتباه خیلی بدی رو مرتکب میشه، رخو میذاره به B7 با ایده ای که بره کیش، اینجا که ندادش اینجوری برو کیش و میخواد کار رو تموم کنه. چرا این اشتباهه؟ چون اسب وارد B5 میشه، جلوش رو میگیره و حالا اسب E3 برمیگرده، میگه بزن آقا، اگه میخوای بزنی الان دیگه وقتشه بزن. نمیدونم چرا سفید یک کیش رو اضافه نکرده بعد بزنه، ولی در هر صورت وضعش، پرهام داره با دوم شیر بازی میکنه، شاه در E3 رخ کیش، وای وای وای، شاه اینجا، پرهام دو تا سوار عقبه و باید این بازی رو تموم کنه. همینجا رخ E2 کیش، یکی از سوارها رو پس میگیره. اما نکته اینه که سفید وزیر رو میذاره D3، میره دنبال تعویض. سفید آیا راه بهتری داشت؟ خیر، یعنی این قربانی سوار پرهام فوق العاده کار درستی بوده، فوق العاده، یعنی اینجا
از تیرچارین هم داره، ولی شاه حریف رو دقت کنید کجاست، دوربین اینجاست بابا. شاه حریف رو اگه دقت کنید کار سفید خیلی زاره، میاد وزیر رو میذاره دسه، میگه آقا تعویض، میگه باشه تعویض کنیم ولی این پیادت هم میگیرم. نکته کیش بدی رخ بر میگردم، هیچ اتفاقی نمیافته، وزیر رو از دست نمیدیم، نترسیم. D6 بازی میکنه، میخواد D7 D8 دو حرکت دیگه وزیر کنه، F2 ایشون هم میخواد یه جورایی وزیر کنه. حالا وزیر در F5 و D7 شاید یک اشتباه اینجا رخ، D1 انجین ها میپسندن و میگه این حرکت بهتر بود، روی D7 میخواد وزیر کنه، آقا این چیش بده، رخ بر میگرده، اصلا میاد D6 کیش رو اینجا، اینا چیش بده آقا. اینجا جایی که سفید در تنگی زمان خوشبختانه اشتباه میکنه، باید اسب و بندگشت E4 یه جوری دعا میکردیم پیاده ها رو میگرفت و احتمالاً میتونست مساوی بگیره، ولی خیلی سخت بود. اما اسب رو میذاره C8، میگه آقا اگه بزنی از کیش نزنی D8، ولی پرهام یک کیش بینابینی میده به حریف، میگه بگیرین کیش رو. نکته بیاد اینجا رخ D3، از پشت به پیاده حمله میکنیم و چون پیاده پشتش به ماست کارش تمومه، بره اینجا هم همینه، پس چیکار میکنه؟ شاه رو میذاره D2 و حالا پیاده رو میزنیم با خیال راحت. پرهام 4 تا پیاده داره در برابر یه اسب و به سادگی میتونیم بازی رو ببره. نگاه کنیم که چه صحنه هنری رو پرهام خلق کرده، چقدر پیاده داره. و اینجا بعد از رخاص کیش آقای الکسی سارانا تسلیم میشه. چرا؟ چون اگه بره عقب یه F3 کیش هم میایم، شاه بره اینجا یه G2 هم میایم، دیگه خودتون بقیهش رو میدونید. شاه هم نمیرفت عقب، میومد بالا G2 میومدیم و پیاده های پرهام کار رو تموم میکردن. دمش گرم، ریتینگی که داده بود در دور اول رو جبران کرد، همه چی الان پایا پای شده و فکر کنم یه پله بازم رفت بالای علیرضا فیروزجا و یه جدال جالبی رو دارن. علیرضا هم امروز با مهره سیاه مقابل دینگلیرن آشفته بازی داره، دیروز زد ناکامورا رو برد، ولی آیا امروز، البته توی آرماگدون توی فکری که هیچ کیو نبرده. امیدوارم که لذت برده باشین، سعی کردم تمام انرژیمو توی این ویدیو بذارم، هرچند صحبت کردنم برام خیلی راحت نیست، واقعا اذیت میشم، ولی دیگه به عشق شما و به عشق شطرنج با انرژی این ویدیو رفتیم. پرهام این انرژی رو به من تزریق کرد، شما هم با لایک کردم با حمایت انرژی بدین دوستان، این که ما بتونیم به همدیگه کمک کنیم کار خیلی قشنگیه و میتونه برای خودمونم جالب باشه، یعنی خودمون رو هم تقویت میکنه، کمک میکنه وقتی بخوایم از به یکی کمک کنیم، به یکی رو حمایت کنیم. امیدوارم شما هم بتونین این کار رو برای من انجام بدین. و مهمتر از همه اینها داداش، دوستان، عزیزان، خواهران، برادران، از شطرنج و زندگی لذت ببرید.